سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر رو تقدیم میکنم. بینندگان، امروز هفته اسفند، میدونین در ایران دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انجام شد. فکر میکنم تا یک ساعت قبل هنوز مردم به پای صندوقهای رأی میرفتن و وزارت کشور ایران اعلام کرده که دو بار مدت رأی گیری رو تمدید کرده، یک بار به مدت 2 ساعت و بار دیگه به مدت 1 ساعت، یعنی تا ساعت 9 بعد از ظهر امروز مردم به پای صندوقهای رأی رفتن. و اونطوری که وزارت کشور ایران مطرح میکنه، واجدین شرایط رأی دادن در حدود 54,925,000 نفرن، یعنی در واقع 55 میلیون از مردم 80 میلیونی ایران. ولی آنچه که بسیار عجیبه در روزهای گذشته، اون وحشتی است که حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از این انتخابات نشون داده. یعنی به نظر من چنین پدیده‌ای تا به حال وجود نداشته. همون کسانی که در سال 1388 کودتا کردند در ایران، بینندگان عزیز، کسانی که قدرت سیاسی را در اختیار دارند، قدرت نظامی و دستگاه‌های امنیتی را در اختیار دارند و در چنگ خود دارند، کسانی که 90% از کاندیداهای مجلس خبرگان و 60% از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی رو غربیل کردن، در واقع رد صلاحیت کردن، سوال در اینجاست چرا اینقدر وحشت دارن؟ چرا وحشت از اونهایی دارن که خودشون صلاحیت اونها رو رد نکردن و صلاحیت اونها رو تایید کردن؟ خب ما میدونیم عده کمی رو اینها مورد صلاحیت قرار دادن و اونها رو تحت در واقع قبول کردن و پذیرفتند. سوال اینجاست دلیل این وحشت چیست؟ به نظر من دلیل این وحشت از مردم ایرانه، مردمی که میتونن در واقع سرنوشت کشور خودشون رو به دست خودشون بگیرن. این وحشتی است که رژیم جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از مردم ایران داره. رژیم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی یک بار در سال 1392 در انتخابات ریاست جمهوری با شکست روبرو شد، زمانی که آقای خامنه‌ای خواهان این بود که جلیلی رئیس جمهور این کشور بشه، از جناح دیگر همین حاکمیت یعنی روحانی رئیس جمهور شد. من اینجا تأکید میکنم مردم تشخیص دادن که بد را انتخاب بکنن و بد را به بدتر در اون زمان ترجیح دادن، و این تأکیدی است که من انجام میدم. بینندگان، احمد جنتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1992 این دبیر شورای نگهبان چنین مطرح میکنه که ما انتخابات ریاست جمهوری را باختیم، ولی اجازه نداریم انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را ببازیم و اونا از دست بدیم. به همین جهت با تجربه ای که از کودتای سال 1388 به دست آوردن، این بار قبل از انتخابات کودتا کردند و بخش زیادی از نمایندگان و کاندیداهایی که خودشون را کاندید کرده بودند، اینها را رد صلاحیت کردند. در واقع یک بار من دیگه تاکید میکنم بینندگان، در واقع اینها جنای خودی را، جنای دیگری از هیئت حاکمه را رد صلاحیت کردند. اونها جناهای ناخودی و طرفداران آزادی و دموکراسی را رد صلاحیت نکردن، اونا هیچ نقشی در انتخابات و در امور سیاسی ندارن. بینندگان، با این صحبت ها من به هیچ وجه اعتقاد به این ندارم که جناح دیگر یعنی جناح آقای روحانی، رفسنجانی، ظریف و محمد خاتمی اینا خواهان آزادی و دموکراسی در ایران هستند. چنین امیدی من ندارم، ولی باید به این مطلب اشاره بکنم که در واقع اختلاف عظیمی بین دو جناح حکومتی وجود داره و جناحهای حاکمیت هم اکنون به جان هم افتادن، تا جایی که یک دریچه کوچکی باز شده، فضا به
صورت بسیار کوچکی باز شده، یه درزی باز شده و رژیم جمهوری اسلامی از باز شدن این دریچه وحشت زیادی داره. یعنی حاکمین، بیت رهبری، کودتاگران سپاه پاسداران، صدا و سیما و کسانی که قدرت اقتصادی رو در دست دارن و قدرت و سرمایه ملی مردم رو به غارت بردن، از این فضای کوچک باز شده هم وحشت دارن. تا جایی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رهبر این نظام، صحبت از نفوذیان میکنه. این اون وحشت از این داره که حتی کسانی که صلاحیت اونها تایید شده، اینا وارد مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بشن و اون از این وحشت داره. ابتدا اجازه بدین گزارشی در این مورد به شما نشون بدم از بی بی سی. من یک بار اینجا باید تاکید بکنم که من با نظریات بی بی سی در خیلی از موارد موافق نیستم بینندگان، ولی در مورد این گزارش، در این گزارش صحبت از جنگ قدرت بین دو جناح حکومتی است و این واقعیتی است و به خاطر همین من این گزارش رو به شما نشون میدم. منظور رهبر ایران از نفوذی چیست؟ چه دامی برای کشور گسترده اند یا میخواهند بگسترانند برای نفوذ؟ آیت الله خامنه ای رهبر ایران علارغم رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، همچنان نگران نفوذ است. نفوذ کسانی که او از آنها با عنوان موریانه های نام میبرد که میخواهند پایه های نظام را بخورند. اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل میجود، پایه ها رو سست میکنه و فرو میریزه. اینجوریست قضیه. مسئله نفوذ خیلی مهمه. گرچه آیت الله خامنه ای به طور مستقیم از کسی نام نبرده، اما نگاهی به شرایط سیاسی ایران و نامزدهایی که موفق شدند از صافی شورای نگهبان بگذرند، انگشت اتهام را به سمت اصلاح طلبان و محافظه کاران میانه رو و در رأس آنها اکبر هاشمی رفسنجانی نشانه می رود. کی به شما صلاحیت داد؟ در هفته های اخیر این مسئله دستمایه حملات زیادی علیه این گروه شده، به خصوص از طرف خطیبان نماز جمعه و رقیبان این احزاب، به طوری که هاشمی رفسنجانی را مجبور به واکنش کرده. او می گوید کسانی که دستشان از بهانه های تخریبی و اهانت خالی است، جاهلانه شخصیت های مبارز، سابقه دار و حتی مورد تایید شورای نگهبان را با انتساب تعابیری همچون انگلیسی و نفوذی یاد می کنند. عوامل نفوذی واقعی کسانی هستند که با امکانات بیت المال سعی در تخریب چهره های انقلابی دارند. ما این مسئله نفوذ را مطرح کردیم در قضیه برجام و پس از برجام. این خیلی مسئله عجیبی است، خیلی مسئله مهمی است. آیت الله خامنه ای واژه نفوذ را همزمان با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک مطرح کرد، واژه‌ای که حالا به نظر می‌رسد جایگزین فتنه شده. اما مخاطب این واژه‌ها ظاهراً یک گروهند، گروهی که به باور آیت الله خامنه ای می‌خواهند از برکت توافق هسته‌ای وارد این دو مجلس شوند و قدرت را از انحصار گروه حاکم درآورند. نفوذ ورژن 2015 همون کلمه دشمن هست. یک زمانی میگفتند تهاجم فرهنگی، یک زمانی میگفتند ناتو فرهنگی، یک زمانی میگفتند براندازی نرم. سال 88 شد فتنه. در واقع اسم رمزی است برای اینکه تمامی منتقدین و مخالفین آیت الله خامنه ای در داخل رو در یک دیگ بجوشونند. منتها در سال 94 دو اتفاق افتاده بود. اول اینکه دولت آقای روحانی سر کار بود، بنابراین واژه فتنه خیلی برنده نبود، و دوم اینکه برجام و توافق اتمی یک شبه تمام اون فونداسیون تحریم رو و فونداسیون تهدید رو فرو ریخت. در واقع دیگه کسی باور نمی‌کرد آمریکایی که در برجام این همه به ایران امتیاز داده، باز هم می‌خواد به ایران حمله کنه. اینجا بود که نفوذ کشف شد، نفوذ اختراع شد، تا دستگاه‌های زیرمجموعه آیت الله خامنه ای، مخصوصا سپاه، بسیج، دستگاه قضایی، صدا و سیما و ائمه جماعات بتونن یک قطب نمای مناسب داشته باشند، بتونن انگیزه و زیربنای حقوقی و امنیتی لازم رو داشته باشند برای ادامه همون روند قبلی.
گرچه نامزدهای فعلی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از فیلتر شورای نگهبان گذشتند، اما ظاهرا حاکمیت همچنان نسبت به عملکرد برخی از آنها اعتماد ندارد. این حملات نشان می‌دهد مجلس ایدئال آیت الله خامنه‌ای با آنچه مورد نظر نیروهای اصلاح طلب و میانه‌روست فاصله دارد. بینندگان، یک بار دیگه تاکید می‌کنم من به هیچ وجه معتقد نیستم که آقای روحانی، رفسنجانی و دیگران که خودشون رو اصلاح طلب میدونن اینا طرفدار آزادی و دموکراسی هستن، ولی من به یک چیز اعتقاد دارم که شکاف عظیمی و خصمانه‌ای بین دو جناح حکومتی در ایران وجود داره و این شکاف عظیم و خصمانه باعث این میشه که هر روز افشاگری‌های زیادی درباره جنایت این رژیم و غارتی که اینها از مردم ایران کردن این افشاگری‌ها انجام بشه. و باید به این مطلب اشاره بکنم بینندگان، در زمان آقای رفسنجانی بود که برادر خود من و آقای دکتر احمد دانش رو اعدام کردن در ایران، کسی که هیچ گونه گناهی نداشت، فقط دیگراندیش بود. زمانی که صدر اعظم آلمان آقای هلموت کول از وزیر امور خارجه خودش آقای گنچر میخواد در سفری به ایران با رفسنجانی درباره دکتر احمد دانش و آزادی دکتر احمد دانش صحبت بکنه و گنچر وزیر امور خارجه آلمان در ایران چنین کار را انجام میده، در همون زمان دستور قتل برادر منو شاید شخص آقای رفسنجانی داده باشه. بنابراین من هیچ گونه اعتمادی حتی به آقای روحانی که شخص امنیتی بوده و رفسنجانی ندارم، ولی یک بار دیگه میگم معتقدم که این شکاف عظیمی که وجود داره و شکاف خصمانه‌ای که وجود داره این باعث شده که یک روزنه‌ای در ایران باز بشه و ما اجازه نداریم، اجازه بدیم که یک بار دیگه این روزنه به طور کامل بسته بشه. بینندگان، این واقعیتی است و این شکاف شکافی است واقعی و جنگ زرگری نیست. من اینو چندین بار تا حالا تکرار کردم، تضاد خصمانه است بین دو جناح حکومتی و تا اندازه این تضاد باعث باز شدن فضا شده. مردمی که نمیخوان با خشونت این رژیم رو از بین ببرن، برای که اونا میدونن میتونه ایران سرنوشتش با عراق و سوریه یکی بشه، خطر جنگ داخلی وجود داره، خطر اینه که تمامیت ارضی ایران نابود بشه. مردم خواهان مبارزه خشونت آمیز نیستن و همین مردم سعی میکنن، شاید با انتخابات، باید منتظر نتیجه انتخابات بود، با انتخابات در واقع این فضای کوچکی که باز شده، من همیشه میگم روزنه کوچکی که باز شده، اینو حفظ بکنن و با مبارزه سیاسی خودشون باعث گسترش این روزنه بشن. بینندگان عزیز، و به خاطر همینم است که حاکمیت و کودتاگران سپاه پاسداران و بیت رهبری از این روزنه و نقش مردم وحشت عظیمی رو دارن. بینندگان عزیز، خامنه‌ای در سخنانش گوش کردین چنین مطرح میکنه که نفوذیان میتونن باعث این بشن که موریانه ستونهای این رژیم رو بجوه. سوال در اینجا اینه، شاید شخص خامنه‌ای متوجه نیست، نمیفهمه داره چی میگه. در واقع این نفوذیان رو کی انتخاب میکنه به داخل مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی؟ آیا این مردم نیستن که ممکنه چنین کار رو انجام بدن؟ پس بنابراین این مردم هن که میتونن به اصطلاح نفوذیانی که آقای خامنه‌ای صحبت میکنه اینا رو وارد نظام بکنن، وارد ارکانهای سیاسی بکنن، آنطوری که خامنه‌ای میگه وارد مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بکنن و مثل موریانه ستونهای این نظام رو بجوان. ولی خامنه‌ای غافل از اینه که تا به حال موریانه بخشای عظیمی از این ستونها رو جویده و مردم هیچ اعتمادی به این رژیم جمهوری اسلامی ندارن. بینندگان، با توافق اتمی منافع غارتگران به خطر افتاده. با توافق هسته‌ای افشاگری دزدان و غارتگران در ایران گسترش پیدا کرده. هر روز افشاگری میشه. افرادی مانند رستم قاسمی، وزیر سابق نفت ایران در زمان احمدی نژاد، با افشاگریهی که از داخل خود نظام انجام شده، امروز متوجه میشیم که در حدود 11 میلیارد دلار در یک بانک برزیلی به حساب خودش، به نام خودش جابجا کرده.
بینندگان، افراد مانند بابک زنجانی، این عروسک دست سپاه پاسداران و جنرال های سپاه پاسداران امروز در زندان قرار داره. حتی سپاه پاسداران قادر نیست اونو از زندان بیرون بیاره و حتی دادستانی خود این نظام، نظام جمهوری اسلامی، توجه کنید، تاکید میکنم، دادستانی خود این نظام، یعنی نظام جمهوری اسلامی، خواهان اشد مجازات برای بابک زنجانی است. یعنی این عروسک دست جنرال های سپاه پاسداران و خواهان حکم اعدام اوست. با شروع مذاکرات کشورهای 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی، دادگاه های جمهوری اسلامی، یعنی دادگاه های نظام، مجبور شدن در مورد دزدان و غارتگران افشاگری بکنن و همین احکام دادگاه های نظام در واقع فاش کرده که صدها میلیارد دلار رو در واقع غارتگران به خارج از ایران انتقال دادن. فقط در مورد چندین مرحله که دادگاه های جمهوری اسلامی فاش کردن، غارتگران هست از هر ایرانی، توجه بکنین، در حدود 249 میلیون تومان از هر ایرانی، هر ایرانی از 80 میلیون جمعیت ایران، 249 میلیون تومان دزدیدند و غارت کردن. بینندگان، اینا افشاگری و احکام خود در واقع دادگستری ایران. بینندگان، باید توجه بکنیم، این خیلی مهمه. با فشار مردم این دستگاه های نظام مجبور به یک چنین افشاگری هایی شدن. جناهای داخل حاکمیت با تضادی که در داخل حاکمیت وجود داره، این افشاگری ها رو مجبور شدن انجام بدن. من تکرار میکنم، خیلی مهمه بینندگان، این افشاگری ها رو من قادر نبودم انجام بدم. این فشار روحانی بود، همون فرد امنیتی سابق که در واقع جنایت کرده در زمان آقای خمینی، این شخص روحانی بود که با فشاری که به خامنه ای در ماهای گذشته آورد، باعث افشای دزدی های آقای رستم قاسمی، وزیر نفت احمدی نژاد شد، که 11 میلیارد دلار در یک حساب مشترک با قاضی منتظری، یعنی این جنایتکار کودتای 1388 و حسینی وزیر ارشاد احمدی نژاد، در حساب خودش در برزیل داره. این روحانی بود که باعث شد که افشا بشه این مطلب. اینو من نتونستم افشا بکنم بینندگان عزیز. و در چند هفته پیش آقای رستم قاسمی از شغل خودش در دولت روحانی کنار گذاشته میشه. این مهمه، این تضاد بسیار مهمه برای مبارزه مردم. اگه توافق اتمی نشده بود، غارتگران منابع ملی ایران، ثروت‌های ملی ایران، مانند سابق مخفیانه و محرمانه ثروت‌های عظیم مردم رو به غارت می‌بردند و به خارج از ایران انتقال می‌دادند. بینندگان، اونها در دور زدن تحریم‌های جهانی بود که موفق شدن صدها میلیارد دلار از پول مردم ایران رو به غارت ببرن. 8 سال در حکومت آقای احمدی نژاد با پشتیبانی شخص خامنه‌ای، در این مورد فیلمی هست، ببینین چگونه احمدی نژاد دست آقای خامنه‌ای رو میبوسه. اگه این فیلم در اختیاره، امیدوارم که اینو بتونیم ببینیم با هم. Because of this alliance, Khamenei can outmaneuver politicians. حکومت احمدی نژاد با پشتیبانی شخص خامنه‌ای باعث غارت 700 میلیارد، توجه بکنین، 700 میلیارد دلار از پولهای مردم ایران شده. بینندگان عزیز، اینو خود دولت روحانی در تضاد با بیت رهبری و حکومت کودتا فاش کرده. این آقای نوبخت، سخنگوی دولت آقای روحانی، فاش کرده که 700 میلیارد دلار رو به غارت بردن. بینندگان، این اون دریچه است و اون فضایی است که من ازش صحبت میکنم و اون فضایی است که جوانان ایران امید دارن این فضا رو هر روز گسترش بدن و از اون برای مبارزه خودشون استفاده بکنن. نباید به حکومت کودتا این اجازه بدیم که در واقع این دریچه رو ببنده و این دریچه رو از بین ببره. بینندگان عزیز، بینندگان، باید اینم به اینم اعتراف کرد، به این مطلب اعتراف کرد.
من معتقدم امروز هم دزدان و غارتگران در هر دو جناح وجود دارن و به دزدی های خودشون و غارت خودشون در ایران ادامه خواهند داد. ولی امروز اختلاف عظیمی با سابق به وجود آمده. دیگه رژیمی که امروز در حکومته، جناح دیگری که امروز در حکومته، نمیتونه مانند سابق صدها میلیارد دلار رو به غارت ببره، همون کاری که آقای خامنه‌ای و به دست آقای خامنه‌ای و نیروهای سپاه پاسداران انجام شد. امروز خامنه‌ای و کودتاگران از این موضوع خشمگین و ناراحتن و خواهان اینن که کودتای نظامی انجام بدن، همون کودتایی که در مصر انجام شده و هر کسی که صدایی در بیاره صدای اونو در نطفه خفه بکنن. بینندگان عزیز، نباید چنین اجازه ای را به حاکمیت داد. به نظر من وظیفه مردم ایران و جوانان ایران که 70% از مردم ایران جوانان هستن اینه که این فضای بازی که به وجود آمده از اون حفاظت بکنه، ولو اینکه بدا انتخاب بکنه، در مقابل بدتر بدا انتخاب بکنه و این فضا رو گسترش بده. اکنون با توافق اتمی امکانات اقتصادی به نفع مردم به وجود آمده. سرمایه گذاران خارجی میخوان وارد ایران بشن. این خیلی ساده است ما بخوایم در واقع ورود سرمایه گذاران خارجی رو محکوم بکنیم و بگیم اینها استثمار میکنن مردم ایران رو. واقعیت اینه که جنایتی که جمهوری اسلامی کرده، امروز جمهوری اسلامی با غارتی که نمایندگان جمهوری اسلامی انجام دادن، پولی در اختیار ندارن که به اوضاع آشفته اقتصادی ایران رسیدگی بکنن. و امروز بخش میانه رو، اینا خودشون میانه رو میدونن، بخش در واقع واقبین جناح جمهوری اسلامی میدونه بدون ورود سرمایه خارجی و بدون اینکه در واقع موقعیت اقتصادی را به نفع مردم تغییر بدن، موجودیت اونها در خطر عظیمی قرار داره. بینندگان، من به دو دستاورده توافق اتمی رجوع کردم، یعنی امکان اینکه وضع اقتصادی به نفع مردم بهتر بشه و اینکه افشاگری عظیمی با توافق اتمی انجام شده. دستاورد بعدی توافق اتمی اینه که جلوی جنگ خانمانسوز گرفته شده. ادعایی که خیال خام در سر میپرورونن، اونا چنین ادعا میکنن بینندگان عزیز که کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل اصلا به ایران حمله نمیکردن و جمهوری اسلامی باید به سیاست اتمی خودش ادامه میداد. ادعایی که خودشون رو تئوریسین میدونن چنین چیزی را امروز مطرح میکنن. بینندگان، من قبل از اینکه به سخنانم ادامه بدم میخوام یه فیلمی رو به شما نشون بدم، یک فیلم بسیار تکان دهنده، ولی من تصمیم گرفتم این فیلم رو به شما نشون بدم. فیلمی از زبان یک نوجوان 11 ساله عراقی که درباره جنگ و بلای جنگ در عراق صحبت میکنه. با هم این فیلم رو نگاه میکنیم و بعداً به سخنان خودم ادامه خواهم داد. Hey, what's up? My name is Ali. I'm 11 years old. I'm from Baghdad, Iraq. I think most of you guys don't know Iraq or where it is on map. So I will tell you to ask your parents. If they are clever enough, they will tell you it was called Mesopotamia. In Mesopotamia, the land of history and civilization, American troops occupied Iraq in the year 2003, 2 years before my birth. Telling Iraqi people they will free them from dictator. So they started the occupation, shocking and scaring everyone. They insulted all Iraqis. After 8 years, they left Iraq, leaving it like a ghost land. They left us without any safety, any smile, or any hope. Nothing left in my country, only people killing people because of the sectarian war. And ISIS occupies many cities in Iraq. So here I am, talking on behalf of millions of Iraqi children. They want to ask America one question. Are you satisfied with an end like this for your mission in Iraq? Leaving Iraqi people with fear, tears, pain, killing, blood, and destruction? I don't want to waste your time or mine.
I'm not gonna tell you everything happening here in my country. I'm only gonna speak about Iraqi children. And I want you to hear me. You have to hear me. Because everything happening in my country happening because of you. So let me tell you something about Iraqi children. They are being killed because of ISIS, because of sectarian war. They are taken from their mothers to serve in ISIS camps. Can you believe that? In order to make them terrorists in future. So, who refuses ISIS? Run away with his family, carrying what he can, walking for 500 miles through a road full of bombs and mines, tearing their little bodies apart. And if they survived and reach a safe place, they live in a tent. Imagine that. In this cold weather, you are living in a safe home, eating a hot, clean meal, covering your body with a warm clothes. But the poor children here live in a tent with a thin t-shirts on their bodies, eating anything they can find. So viva America! Is it cool now? Are you satisfied? Thanks, America. Thanks for everything. Thanks for lies. Thanks for leaving us with thieves, with terrorists, with ISIS. Thanks, America. Thanks again for making us see in blood more than anything in this life. At the end, I will say like you. Peace. بینندگان، با اینکه در واقع بسیار تکان دهنده است این صحبت‌های این جوان 11 ساله عراقی، ببینید در عراق چه گذشته و چه سرنوشتی منتظر ایران هم میتونست باشه. من خلاصه ای از گفته های این نوجوان عراقی رو براتون ترجمه میکنم. علی در این فیلم چنین میگه: آمریکا در سال 2003 به اشغال عراق دست زد. آمریکا میخواست عراق رو از شر دیکتاتوری نجات دهد. آمریکا باعث شک و وحشت مردم شد. آنها عراقی ها رو تحقیر کردند. آنها عراقی ها رو بدون هیچ گونه امنیتی و امیدی گذاشتند و رفتند. در عراق چیزی باقی نمانده به جز کشتار انسان‌ها و قتل یکدیگر به خاطر جنگ فرقه‌ای. علی به نام یک فرزند عراقی، به نام میلیون‌ها فرزند عراقی صحبت می‌کنه. او میگه میلیون‌ها فرزند عراقی از آمریکا یک سوال را دارند: آیا شما از خاتمه مأموریتتان راضی هستید؟ شما باید به من گوش بدهید، به من گوش کنید. هر اتفاقی که در کشورم افتاده از جانب شماست. بچه های عراقی کشته میشن به خاطر داعش، به خاطر جنگ فرقه‌ای. فرزندان شما در خانه امن زندگی میکنند، غذای خوب میخورند، لباس گرم میپوشند. بچه های فقیر عراقی زیر چادر زندگی میکنند، در هوای سرد زمستان لباسی بر تن ندارند، دنبال خوراکی هستند اگه اونها را در زباله‌دان پیدا بکنند. زنده باد آمریکا. حالا خوشحال شدید؟ شما راضی هستید؟ ممنونم آمریکا. ممنونم برای همه چیز. ممنونم برای دروغ‌ها. تشکر می‌کنم از همه چیز بیشتر از همه تشکر می‌کنم که از همه چیز بیشتر در زندگی‌مان خون می‌بینیم. در آخر مانند شما من خواهان صلح هستم. بینندگان، این صحبت‌های این نوجوان علی عراقی است و واقعاً تکان دهنده است. و من یک بار دیگه تکرار میکنم، اگه توافق اتمی نشده بود، به نظر من جنگ بر علیه ایران حتمی میبود و میتونست ایران را نابود بکنه و ملتی را از بین ببره. عده زیادی از مخالفین توافق اتمی، چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور، چنین مطرح میکنن که روحانی رئیس جمهور کشور ایران با غرب سازش کرد و به ایران خیانت کرد. ببینید کسانی که خودشونو تئوریسین سیاسی میدونن چنین چیزی رو مطرح میکنن و اونا چنین مطرح میکنن که 200 میلیارد از سرمایه‌های ملی ایران به باد رفت، یعنی به خاطر ساخت تأسیسات اتمی به باد رفت. از اینا باید این سوال کرد بینندگان، اگه توافق اتمی انجام نشده بود، آیا مردم ایران اون 200 میلیارد رو دوباره به دست می آوردن؟ این سوالی است که باید از اونها انجام بشه. اگه به گفته این عده توافق انجام نمیشد و ایران دستیابی به بمب اتمی پیدا میکرد چه میشد؟ توجه بکنید، بمب اتمی در دست حکومت کودتا
سپاه پاسداران، بیت رهبری که حکومت دیکتاتوری مطلق نظامی خودشو میخواد، یعنی بمب اتمی در دست اونا و ساختن کره شمالی دیگر که در اون هر کاری رو که دلشون بخواد انجام بدن. این خواسته کسانی است که مخالف توافق اتمی هستند و هنوز این صحبت ها رو انجام میدن. در واقع باید یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنیم، کسانی که مخالف توافق اتمی هستند در واقع اونها گزینه نظامی و جنگ و بر علیه مردم ایران پذیرفتند و میپذیرند. مخالفین در واقع توافق اتمی فراموش میکنند که طبق اسناد مؤسسه تحقیقاتی صلح استکهلم، سیپرس، نامش سیپرس، در چند روز پیش عربستان سعودی در سالهای 2011 و تا 2015 خرید سلاح‌های خودش را در حدود 275% اضافه کرده. این آماری است که سازمان صلح استکهلم به نام سیپرس چند روز پیش منتشر کرده. عربستان بعد از هندوستان بزرگترین خریدار سلاح در جهانه و ما میدونیم بیشترین سلاح‌های خودش را عربستان از آمریکا و اروپا خریداری میکنه. به خاطری کسانی نتونن به من تهمت بزنن و این کارو زیاد کردن که ارقام و آمار من ارقام واقعی نیستن، بینندگان، من اینجا نقل قول میکنم یه بار دیگه، تمام صحبتایی که من میکنم و ارقامی که میارم مستند هستن و حاضرم منابع اونها رو نام ببرم. طبق گفته کالین پاول مشاور امنیتی ملی آقای جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس در سال 2014 مبلغی در حدود 135 میلیارد دلار، توجه بکنید، 135 میلیارد دلار اسلحه خریدن. این آقای کالین پاول مشاور امنیت ملی آقای جو بایدن میگه در 5 سال گذشته، در 5 سال اول ریاست جمهوری آقای اوباما، یعنی از سال 2009 تا 2013، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حدود 64 میلیارد دلار سلاح خریداری کردن. بینندگان، 3/4 این سلاح ها را عربستان سعودی خریداری کرده. در سال 2015 طبق همین اسناد و گفته سازمان صلح استکهلم، عربستان سعودی 80 میلیارد دلار سلاح خریداری کرده. بینندگان عزیز، بینندگان، سوال در اینجاست، آیا این سلاح ها اسباب بازی رهبران عربستان سعودیه؟ فراموش نکنیم که رهبران عربستان سعودی و ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی طبق اسناد ویکیلیکس مطرح میکرد که آمریکا باید سر مار را در ایران بزنه، یعنی حمله بکنه به ایران. حمله به ایران به نظام جمهوری اسلامی ممکنه لطمه بزنه، ولی نابودی ملت ایران و مردم ایران و تمامیت ارضی کشور ایران مطرح بینندگان. این واقعیتی است که باید به اون اشاره کرد. در کنار عربستان سعودی، اسرائیل که شدیداً مخالف توافق اتمی و خواهان گزینه جنگ بر علیه ایران بوده و خواهان این بوده که تأسیسات اتمی ایران رو در جنگی نابود بکنه، و همکنون هم نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو بر تبل جنگ میکوبه. همین چند روز پیش موشه یالون وزیر دفاع عربستان اسرائیل، معذرت بخوام، همین چند روز پیش وزیر دفاع اسرائیل موشه یالون یک بار دیگه مطرح میکنه که کشورهای عربی در رأس اون عربستان سعودی در صدد تولید بمب اتمی هستن، برای که ایران در صدد تولید بمب اتمی است. یعنی دروغی بزرگتر از این به نظر من وجود نداره، ولی اون این تحریک رو میکنه که ادعا بکنه که ایران در حال تولید بمب اتمی است و باید با جنگ گرمی منابع و تأسیسات اتمی ایران رو تخریب کرد. و یک بار دیگه من اشاره میکنم بینندگان، جنگ بر علیه نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود، جنگ بر علیه مردم ایران، تمامیت ارضی ایران و منافع مردم ایران خواهد بود. این مطالبی بود که درباره انتخابات و توافق اتمی میخواستم امروز دربارش صحبت بکنم. بینندگان، اجازه بدین درباره سوریه چند کلمه با شما صحبت بکنم. ما میدونیم آمریکا و روسیه توافق به آتش بس در سوریه کردن و این توافق آتش بس و آتش بس باید فردا روز شنبه
اجرا بشه. آمریکا و روسیه توافق کردند که لیست مشترکی از نیروها و سازمانهای تروریستی در داخل سوریه تهیه بکنند، چیزی که آمریکا تا به حال مخالفت میکرده. ولی به نظر میرسه که آمریکا با موازه روسیه در داخل سوریه موافقت میکنه. در این لیست نه تنها حکومت اسلامی داعش و نه تنها جبهه النصرت القاعده قرار خواهند داشت، بلکه نیروهای دیگری که تروریست هستند در این لیست قرار خواهند گرفت. و همونطوری گفتم، تا به حال آمریکا تمام نیروهای دیگر رو میانه رو میدونسته و حاضر نبوده یک چنین لیست مشترکی را با روسیه تهیه بکنه. بر اساس همین توافق امروز آمریکا و روسیه توافق به آتش بس از روز شنبه کردند. امروز رژیم بشار اسد با حمایت روسیه تقویت شده. بینندگان، من اینم باید تاکید بکنم، رژیم بشار اسد یک رژیم جنایتکاری است که مسئولیت کشته شدن بیش از 250,000 نفر از مردم سوریه را به عهده داره. ولی واقعیت اینه و من به عنوان مفسر سیاسی نمیتونم این واقعیت را مطرح نکنم. امروز رژیم بشار اسد با کمک روسیه تثبیت شده و مخالفین بشار اسد در ضعف کامل قرار گرفتن. امروز رژیم بشار اسد در استان حلب، یعنی بزرگترین و مهمترین استان استراتژیک شمال غرب این کشور، پیروزی های زیادی داشته و مناطق زیادی را تونسته اشغال بکنه. بینندگان، رژیم بشار اسد موفق شده راه های ارتباطی شورشیان را با ترکیه قطع بکنه. رژیم بشار اسد موفق شده راه های خرید بنزین شورشیان و اپوزیسیون سوریه را از طریق داعش و با داعش قطع بکنه. همین چند روز پیش فاش شد که نیروهای شورشی از داعش، یعنی حکومت اسلامی، بنزین خریداری میکردن. امروز این راه ها قطع شده. بینندگان، اجازه بدین فیلمی رو به شما اینجا نشون بدم قبل از اینکه به سخنانم ادامه بدم. ده ها کشته در انفجارهای مرگبار دمشق و حمص. بارترین بمبگذاری در حمص در یک سال و نیم گذشته. انفجارها در محله عمدتاً علوی نشین زهرا در حمص اتفاق افتاد. گزارش شده که انفجار اول از یک خودروی بمبگذاری شده بود، ولی معلوم نیست انفجار دوم چطور رخ داد. اکثر کشته شدگان غیر نظامی بودند. داعش گفت بمبگذاری کار این گروه بوده. قبلا در این منطقه حمله های مشابهی کرده بود. کمتر از یک ماه پیش در پی پیشروی نیروهای دولتی علیه داعش در استان حلب، یک بمب در حمص منفجر شد و 24 نفر را کشت. حمص یکی از اولین مراکز شورش علیه حکومت سوریه بود و زمانی پایتخت انقلاب لقب گرفته بود. امروز همچنین 4 انفجار مرگبار محله زینبیه در جنوب دمشق را لرزاند. 3 هفته پیش هم بمب گذاری در این محل که یکی از اماکن مقدس شیعیان در آن قرار دارد 60 نفر را کشته بود. داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفته. درگیری همچنان در مناطق مختلف سوریه ادامه دارد، ولی قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل متحد تلاش می‌کنند به این جنگ 4 ساله پایان دهند. بعد از تشدید عملیات ارتش و نیروی هوایی روسیه علیه مخالفان حکومت بشار اسد در حلب حدود 3 هفته پیش، گفتگوهای صلح متوقف شد. ولی حالا وزیر خارجه آمریکا می‌گوید برای آتش بس با روسیه توافق شده. ما در مورد شرایط پایان دادن به درگیری‌ها توافق موقت کرده ایم و آتش‌بس ممکن است در چند روز آینده آغاز شود. هنوز قطعی نشده، ولی فکر می‌کنم رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در روزهای پیش رو در این باره صحبت خواهند کرد. رئیس جمهوری سوریه دیروز در مصاحبه‌ای با روزنامه الپایس اسپانیا گفت شرط اجرای آتش‌بس این است که تضمین داده شود به گفته او تروریست‌ها از آن برای تقویت مواضعشان بهره برداری نمی‌کنند. مخالفان او هم دیروز گفته بودند به این شرط با آتش‌بس موقت موافقت می‌کنند که تضمین داده شود حامیان آقای اسد از جمله روسیه و ایران حمله‌هایشان را متوقف می‌کنند و به محاصره شهرها پایان می‌دهند و می‌گذارند کمک‌های بشردوستانه به همه مناطق جنگ زده برسد.
بشار اسد گفته ارتش دارد بخشای کلیدی شهر حلب در شمال سوریه را محاصره می‌کند و از طرف دیگر به سوی رقه مرکز خلافت خودخوانده داعش پیشروی می‌کند و حمایت ایران و روسیه برای پیشروی ارتش ضروری است. او گفته که می‌خواهد به عنوان منجی سوریه در یادها بماند. مجید خیام در این انفجارها همونطوری که امروز مشخص شده 180 نفر کشته شدند و اکثریت مطلق اونها شیعیان سوریه بودند. بینندگان عزیز، و همونطوری که در فیلم دیدین داعش تایید کرده که این انفجارها را انجام داده. اکنون آمریکا و روسیه اعلام میکنند که بر علیه حکومت اسلامی یعنی داعش مبارزه خواهند کرد، بر علیه جبهه النصرت مبارزه خواهد کرد. با اعلام طرح آتش بس آمریکا و روسیه، نیروهای درگیر میبایست تا امشب ساعت 11 شب به وقت اروپا در واقع آمادگی خودشونو اعلام بکنن که در این آتش بس شرکت میکنن و این آتش بس رو میپذیرن. روسیه به ایران با ایران و رژیم بشار اسد مذاکره میکنه در این مورد. آمریکا با همپیمانان خودش در منطقه، ترکیه، قطر، اردن و عربستان سعودی مذاکره میکنه که اونها آماده باشن که این آتش بس رو بپذیرن. همکنون بشار اسد در فیلم هم دیدین با این آتش بس مشروط موافقت کرده. ولی سوال اینه که مخالفین بشار اسد مجبورن این آتش بس رو بپذیرن. اونها در وضع بسیار وخیمی در سوریه قرار گرفتن. من به خاطری که در واقع کسانی چنین مطرح نکنن که موضع من موضع جمهوری اسلامی است، یک بار دیگه از جان کری صحبت میکنم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در 3 هفته پیش در یک مذاکره و نشست محرمانه ای که با رهبران شورشی و اپوزیسیون در لندن پایتخت انگلستان داشت و این نشست مخفیانه بود و محرمانه بود و اکنون فاش شده، به اونا چنین میگه که شما اگه به در پای میز مذاکره حاضر نشید، روسیه 3 ماه مداوم حملات هوایی خودشو ادامه میده و در خاتمه 3 ماه نیروهای شورشی نابود خواهند شد و از اونا میخواد که انعطاف داشته باشن و به پای میز مذاکره بیان. این موازه جان کری وزیر امور خارجه آمریکاست. بینندگان، جان کری دیروز هم گفت که نیروهای سپاه پاسداران، بخش عظیمی از نیروهای سپاه پاسداران از سوریه خارج شدن. روسیه در کنار داعش و جبهه النصرت به نیروهای دیگه، سازمانهای دیگه مانند جیش الفت که مورد حمایت عربستان سعودی هستند، ارتش اسلامی که مورد حمایت عربستان سعودی است، حمله میکنه و اون و شورشیان رو در واقع با حملات خودش نابود میکنه. و امروز به نظر میرسه که آمریکا چندان مخالفتی با این مواضع و حملات روسیه در سوریه نداره. چرا آمریکا چنین مخالفتی نداره؟ برای که آمریکا امیدی به نیروهای میانه را در داخل سوریه دیگه نداره. بینندگان عزیز، زمانی بود که آمریکا از ارتش سوریه آزاد حمایت میکرد، از ارتش سوریه آزاد حمایت میکرد. امروز ارتش سوریه آزادی دیگه وجود نداره. با تقویت نیروهای افراطی توسط عربستان سعودی، ترکیه، قطر و پولهایی که عربستان سعودی در واقع به نیروهای بسیار افراطی و القاعده در داخل سوریه داده شده، اونها تقویت شدن و عملا ارتش سوریه آزاد که مورد حمایت آمریکا بود نابود شد. همکنون باید به این مطلب اشاره بکنیم که عربستان سعودی صدها میلیون دلار پول نقد، چمدون‌ها با پول نقد و وارد ترکیه میکرد و در اختیار جهادیست های دنیا قرار میداد که اینا منتقل میکردن به داخل سوریه برای مبارزه. به احرار الشام که خودش القاعده است، عربستان سعودی صدها میلیون دلار کمک کرده و ارتش اسلامی و جیش الفت کمک کرده و بنابراین با پولها و سلاحهای عظیمی که عربستان سعودی از طریق ترکیه و اردن به این گروه های تروریستی در داخل سوریه کرد، ارتش سوریه آزاد متلاشی شد
هزارها سرباز ارتش سوریه آزاد مورد حمایت آمریکا به طرف نیروهای رادیکال رفتن برای که اونها سلاح‌های مدرن در اختیار داشتن و به اونها مزد زیادتری این گروه ها میدادن تا ارتش سوریه آزاد. یعنی برابر این باید اعتراف کرد که آمریکا کنترل خودشو بر همپیمانان خودش در منطقه، یعنی عربستان سعودی، ترکیه، قطر و دیگران از دست داده و امروز این نیروهای افراطی هستند که در داخل سوریه با حمایت عربستان و ترکیه و قطر در واقع فاجعه می‌آفرینند. من یک بار دیگه از جنرال آستین، جنرالی که مسئول تربیت 5,000 نفر نیروهای میانه رو در ترکیه و اردن بود که اینا رو به داخل سوریه منتقل بکنن که بر علیه بشار اسد و از طرف دیگه بر علیه داعش بجنگن، نقل قول میکنم، میگه ما در مدت چندین سال موفق نشدیم حتی 50 نفر میانه رو تعلیم و تربیت بکنیم و به داخل سوریه بفرستیم. این صحبتایی است که جنرال آستین آمریکایی میکنه. و متاسفانه باید به این مطلب اشاره بکنیم که آمریکا اکثر عملی در مقابل عربستان نشون نداد. به همین خاطر نیروهای معتدلی که آمریکا از اونها حمایت میکرد اینها از بین رفتن. بین اکتبر 2014 و مارس 2015، یعنی در مدت کمتر از 8 ماه یا 6 ماه، جبهه النصرت موفق میشه با کمک قطر، جبهه النصرت القاعده با کمک قطر تمام نیروهای ارتش آزاد و یا ارتش سوریه آزاد و نابود بکنه. ما میدونیم قطر یک کشور کوچیکی است، 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داره، 300 هزار جمعیت داره، البته 1,000,000 در اونجا زندگی میکنن ولی 700 هزار نفر خارجی هستن، 300 هزار جمعیت داره، 100 میلیارد پول داره و کمک های عظیمی را به القاعده، جبهه النصرت و سلاح های عظیمی را در اختیار اونها قرار داده. بینندگان، ما در این شرایط قرار داریم که آمریکا امیدی به نیروهای میانه رو دیگه نداره و مجبوره با روسیه تفاهم به وجود بیاره در رابطه با سوریه و امروز روسیه و آمریکا مشترکاً از کردهای سوریه، یعنی یگانهای مدافع خلق کرد سوریه، حمایت میکنن. این تایید دیگری است که دو کشور بزرگ در سوریه با هم همکاری میکنن. آیا این آتش بس موفق بشه؟ آیا فردا روز شنبه این آتش بس اجرا بشه؟ این بستگی به این داره که آمریکا بتونه در واقع جلوی نفوذ عربستان سعودی و ترکیه رو بتونه بگیره. آیا این آتش بس شانسی داره که صلحی را به داخل سوریه منتقل بکنه؟ باید منتظر بمونیم که آیا فردا و روزهای آینده این آتش بس اجرا خواهد شد یا نه. بینندگان، فرصت برنامه من به همین جا به پایان رسیده. تا برنامه آینده، بدرود.